شرکت برقی تاجیک و وزارت انرژیکای تاجیکستان تا حال سبب بالا بردن نرخ نیروی برق را شرح ندادند، ولی در خدمات ضد انحصاری دیروز در توزیع این قرار گفتند که چرا نرخ بالا رفت و به کی آن در کار است. قرض عمومی شرکت برق تاجیک به 2,200,000,000 دلار نزدیک می شود. این بودجه سالانه کشور است. رای از همه آسان بازگردانی قرض ها گرفتن این مبلغ از اهالی است. مقامداران می گویند 17% زیاد کردن قیمت استفاده نیروی برق کاملا از باطلاق قرضداری بیرون نمی کشد، اما وضع شرکت را بهبود می بخشد. نیروی برقی که حاضر عمل می کنند برای اساساً بیدیم احالی و دیگر گروه استعمال کنندگانی که نیروی برق رو استفاده میبرند، ارزش اصلی اون رو پوشانده نمیتواند. برای همین با سبب روی پوش کردن خراجات حق واقعی برق تاجیک تعریف و منتظم زینه به زینه از سال 2015 شما آگاه هستید که 15 یا 16% بلند برده شده بسید. یعنی که هر یک چیز باید روی خراجات خودش رو روی پوش کنند. ساکنان تاجیکستان میگویند مشکلاتی که در پای کارگزاری نادرست برق تاجیک به وجود آمده است نباید از حسابیان ها حل شود. در تاجیکستانی که بگویم استحصال کننده برق هست، اینقدر آبی تازه داریم، این چیز رو نرخش نسبتاً فکر اخیده ایمان به گرانتر است. کم کم ایتیم خیصیرانو میبین که سنو سپوره نسپوره میبریم. بختیای سابیروه میگوید او در منزلش تا حدی اکثر استفاده نیروی برق را صرفه میکند. به این هم 25% معاش شوهرش برای پرداخت پول برق خرج میگردد. داشی کاندیسیونر مونده نمیتونم که قیمتا چخما کاندیسیونر مونده گفت که فکر کرده شد یک فکر کنه تو خیلی قیمت کنه در کنیسه حال بیچاره عذاب با اینا این بیچاره همسیان بیچاره اینو با دیرم میسر می بیچاره با اینا بیچاره شوش کسالی بود روسیه با کورکنیرا به ناز کورش با برار نمیگیره با گشته میبیا. اقتصاد شناسان بر اینند که بالا بردن نرخ نیروی برق هم به کیسه مردم عادی ضربه میزند و هم وضع شرکت برق تاجیک را تغییر نمیدهد. الان حتی با طرف های گویا پست کارمندان شرکت و خود اهالی توانی جمع‌آوری پول را ندارند، چون که سطح زندگی مردم پست است. بدون این نظارت نباید نرخ گران کرده شود، حدود باید باشد. قرار حکومت برای گران کردن نرخ استفاده نیروی برق از 1 سپتامبر امسال به حکم اجرا می دراید. اما ساکنان تاجیکستان و اقتصاد شناسان امیدوارند که مقامات این اقدام بحث برانگیز را لغو میکند.